برای تشخیص یا بررسی یک مایه در مورد یک آهنگ بی کلام یا با کلام باید دو تا نکته رو توجه بکنید. یکی اینکه چه صدایی بیشتر از همه تاکید میشه در ابتدا روش. این تاکید میتونه بر اساس تکرار زیاد، غلظت زیاد و یا کشش های زیاد یا برجسته کردنش به واسطه اینکه اون نوت رو بزنیم و بعد با یه مکسی سکوتی اون رو برجسته بکنین اتفاق بیفته که بهش میگیم نوت شاهد یا محور، و اینکه داره چه فواصل و درجاتی بین نوت‌ها هست بر اساس اینکه صدای بمتر یا زیرتر اون نوت محور نسبت به همدیگه چجوری قرار بگیره. وقتی دارین یه آهنگی رو گوش میکنین باید توجه بکنین که صداها به چه سمتی میرن، با تو حالا ممکنه هم مستقیم سراغ اون نوت برن یا اینکه برن بچرخن و اون نوت ایست بکنن و تاکید بکنن تا صدای نوت محور شاهد رو تشخیص بدین. نمونه های ساده ای میشه براش در نظر گرفت، مثلا توی مرغ سحر شما از صدایی میایین ولی روی جای دیگه تاکید میکنین که میتونین نوت رو نگه دارین، این میشه نوت محورتون. مثلا مرغ سحر مرغ سحر کن، این صدا برجسته است. زاغ شرر بار این قفص را، هنوز بر نگشته. شکر آجیر روز بر کن، دوباره اون صدا رو میشنوین که اینجا هم در واقع نوت پایانی، نوت ایست هم بهش میگن، نوت پایانیتون هم این نوت محورتون هست. یا مثلا اندک 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 جمع است میرسد، برمیگرد دوباره روی صدا و این نوت رو در واقع برجسته براتون میکنه که میتونید به اون نوت محور در نظرش بگیرید. یا مثلا این تصنیف دلنشین روی نوت می شروع کرد ولی در نهایت اومد روی صدای دو، پس نوت محور این مایه حالا هر چیزی که هست باز هم نوت شاهد یا محورش دو هست. گاهی هم ممکنه صدا از جای دیگه شروع بشه، ملودی حرکت بکنه ولی باید منتظر باشین تا ایستگاهش رو مشخص کنه، در واقع نوت محور رو اونجا معرفی کنه. مثلا داریم به سمت بالا میریم ولی هنوز جای ایست نکرده. این همه بیدار و مکن، این همه بیدار و مکن. پس در حین چرخش هم باید منتظریم باشیم که کجا ایست میکنه و کجا قطره نگه میداره که اون نوت برجسته در واقع بشه نوت شاهدتون. در واقع بعضی از مایه ها گردشیم در واقع ملودی طوری که روی صدای تأکید میکنه روی صدای دیگه ای تمام میکنه، یعنی در واقع نوت ایست و خاتمش فرق داره. اینها رو هم باید توی بررسیاتون باید به مرور وارد کنین ولی فعلا نوت شاهد از بقیه مهمتره. به عنوان مثال از مایه هایی که جا به جا میشه در واقع صدا، فقط نوت شاهد نیست که توش مهمه، مایه همایون هست. مثلا شنیکا بازنی تو شنیدم، بسترش اومد روی این صدا تأکید کرد روی لاکورون ولی اینجا وایستاد، پس حرکتش در واقع میتونه بازه بلندتر و بزرگتری داشته باشه. توی بررسی های بعدی انشاءالله براتون در مورد دانک ها و فاصله های صحبت میکنم که بر اساس نوت های بمتر و زیرتر نوت شاهد مشخص میشه. این شما در واقع نوت شاهد رو فعلا تشخیص میدیم توی مایه و بعد سعی میکنیم فاصله های بعد زیرتر و بمترش رو مقایسه کنیم.